میانجی ها از پیشرفت در حل تنش ها میانه دکتر عبدالله عبدالله و دکتر غنی سخن گفتند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. میانجی ها از پیشرفت در حل تنش ها میان دکتر عبدالله و غنی سخن گفتند. شماره از چهره های میانجی برای حل تنش های سیاسی عبدالله عبدالله و اشرف غنی می گویند در نشست دیشب عبدالله عبدالله با چهره های میانجی پیشرفت های به وجود آمده است. در اوج نگرانی ها از ناروشن بودن سرنوشت مذاکرات صلح، تنش های سیاسی چالش دیگری که حالا گریباگیر افغانستان است. عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی از چهره های هستند که می کوشند به تنش ها میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی پایان دهند. محمد کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی بر رادیو آزادی می گوید که نتیجه نشست دیشب عبدالله عبدالله با آقای کرزی بهتر از گذشته بوده و آنچه در این نشست مطرح شده امیدوار کننده است، اما جزئیات بیشتر در این باره نمی دهد. با گفته آقای خرم، یکی از خواستهای عبدالله عبدالله در این دیدار روی توافق سیاسی و ایجاد شورای عالی مصالحه بوده است. آقای خرم گفت نتیجه نشست دیشب بهتر بوده است. چیزی که دیشب گفته شده امیدوار کننده بوده و نسبتاً پیشرفت صورت گرفته است. خواست دکتر عبدالله عبدالله چنان که خودشان هم گفتند این نیست که هرچی زودتر قانون اساسی تغییر کند. خواست ایشان ایجاد تفاهم و توافق سیاسی است. اگر دو طرف به تفاهم نرسند، پیامد آن برای کشور بسیار بد خواهد بود. در کنار ناروشن بودن سرنوشت گفتگوهای صلح و گسترش ویروس کرونا، حالا یکی از نگرانی ها هم تنش های دو رقیب سیاسی بر سر چگونگی تشکیل حکومت است. اکنون امید میثم معاون سخنگوی عبدالله عبدالله بر رادیو آزادی میگوید فرصت را فراهم کردیم که گفتگوها ادامه یابد، راه حل سیاسی برای بحران پیدا شود. بزرگان تلاش ها را افزایش دادند. امید داریم که روی مکانیزمی که در چارچوب منافع ملی و مصلحت کلان باشد و آرای شفاف و واقعی مردم در آن رعایت شود و به نتیجه برسیم و نگرانی ها که از بحران و تنش های سیاسی به میان آمده مرفوع شود. با این همه ریاست جمهوری می گوید که چهره های میانجی مانند عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی با محمد اشرف غنی دیدار نداشتند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور درباره اینکه سرانجام نتایج دیدارها چی بوده است گفت که بحث ها در این باره ادامه دارند، اما برای حکومت چگونگی جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اولویت دارد. آقای عمر افزود من بسیار کشمکش نمی بینم. کسانی در جای و کسانی هم در جای دیگر با هم می بینند. رئیس صاحب هم با کسانی می بیند و صحبت می کنند. کشمکش که آن را بحران بنامم نمی بینم. اما طبعاً تلاش هر سو وجود دارد که اگر شود تمام سیاسیون متوجه مسئولیت های خود شوند، تا کنون محترمین که شما گفتید با رئیس صاحب ندیدند. پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، دکتر عبدالله عبدالله این نتایج را نپذیرفت و خود را برنده این انتخابات اعلام کرد. در اوج این تنش ها سفر وزیر خارجه امریکا پس از دیدار با این دو رقیب سیاسی به نتیجه پایان یافت. ایالات متحده امریکا از کاهش $1 میلیارد در کمک هایش به کابل خبر داد، در حالی که دکتر عبدالله عبدالله روز گذشته از پیامدهای ناگوار قطع این کمک ها هشدار داد و از تلاش هایش برای تفاهم سیاسی و رد آن از سوی آقای غنی سخن گفت.
رئیس جمهور غنی نیز گفته است که دکتر عبدالله عبدالله خواهان تغییر یک شبه در قانون اساسی است، چیزی که با گفته او قابل پذیرش نمی باشد. و گزارش ها حاکی از آن است که در حمله گروه طالبان بر دشت اشجی 6 طالب و 1 سرباز اردو کشته شدند. در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 1 تن از سربازان اردوی ملی و 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. منابع محلی میگویند که شب گذشته 11 حمل طالبان مسلح در منطقه قرلق ولسوالی دشت ارچی با پسته های دولتی حمله های تهاجمی انجام دادند و تا ساعت 3:30 دقیقه صبح جنگ در منطقه ادامه داشت. نصرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی امروز سه‌شنبه 13 حمل به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 12 بجه شب گذشته طالبان مسلح در ساحه قرلق این ولسوالی به پسته های نیروهای دولتی حمله کردند و در نتیجه 1 تن از سربازان اردوی ملی کشته شده و 3 تنشان زخم برداشتند و همچنین 6 طالب نیز کشته شده است. آقای سعدی افزود که با رسیدن نیروهای کمکی گروه طالبان از ساحه متواری شدند. از سوی هم یک منبع معتبر امنیتی و پلیس تخار با شرط عدم افشای نامش بر رادیو آزادی گفت که دیشب در منطقه قرلق ولسوالی دشت ارچی در پی حمله گروه طالبان 7 تن از سربازان اردوی ملی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند و تا کنون طالبان در این رابطه چیزی نگفتند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.